به به درود بر همه شما ایزان خوبان خیلی ممنون که برنامه رو دنبال میکنید در سطح گسترده دارید این برنامه رو پخش میکنید رو اعصاب دشمنان ایران پیاده روی میکنید و از طریق سایت پیپل به این برنامه کمک مالی میکنید من یک بار دیگه تکرار کنم چون خیلی از ایران پیام دادن آقا ما میخوایم کمک آقا من از ایران هیچ کمک مالی به هزاران دلیل که مهمترینش خارج نشدن ارز مملکت قبول نمیکنم یعنی هر جور که حساب میکنم نمیشه از ایران پولی قبول کرد با این شرایط جنگ اقتصادی عظیمی که از سال 2012 جیم ریکاردرز اومد مهندسیش رو انجام داد و تروریسم ارزی رو برای مملکت ما میجاد کرد اصلا پولی نباید از ایران خارج بشه ما باید همش پولم هم بکنیم بنابراین من میگم کمک مالی از طریق پیپل فقط برای ایرانیان خارجه ایرانیان داخل اصلا به هیچ عنوان فقط تنها کاری که میتونن بکنن پخش برنامه هاست هیچ کمک مالی رو ما از داخل ایران قبول نمی کنیم و دوستان در این مورد خیلی پیام ندن چون بارها ده بار اینو گفتم نکته دیگه تنها راه ارتباطی با من فقط تلگرام شخصی امیدانا 84 الان که لاپوس باز کردم دیدم 100 نفر اونجا پیام دادن من فقط پیام های تلگرام می رو میخونم واقعا نمیرسم جای دیگه بخونم اما سایمون شرک لیف یا لیف میخوایم در موردش صحبت کنیم که این آغاز که چند وقت پیش عکسشون هم جنجالی شد با سفیر روسیه و ایشونه این آقای در حقیقت سایمون که سایمون میگیم که بیشتر تو دهنمون بچرخه سایمون شرک لیفه ولی نامشو میگیم آقای سایمون نام کوچیکشو اشاره میکنیم که راحتتر تو دهن میچرخه ایشون سفیر جدید انگلیسه که خیلی صدا شده و دیشبم هم تویتی زد و با وقاحت گفتش که من سریال گاندو رو میبینم همونطور که میبینید نوشته که من سریال گاندو رو میبینم و نوشته که به هر حال من از سریال دو گاندو بسیار لذت میبرم خب خیلی جالب بود که یه همچین آدمی که تفیر انگلیسی داره سریال گاندو رو میبینه نمیدونم این دو حالت داره که میگه دارم لذت میبرم یکیش میتونه این باشه که به خاطر که در این سریال نشون میده انگلیسی ها بالاخره چقدر متاسفانه در رده های بالای دولت روحانی نفوذ داشتن از این نظر داره لذت میبره نمیدونم یا از اون نظر که حالا ما تو یک بخش برنامه دیگه میگیم که بالاخره یه عده‌ای هستن خباست انگلیس رو شناسایی کردن در برابرشون هم ایستادن و در این سریال هم عکس جاسوسای انگلیسی رو رونمایی کردن و این شکه شده و حالا مثلا میخواد بگه لذت میبرم آدم یاد اون زعامسل چینی میفته که اگر دارن به تجاوز میکنن زورت نمیرسه در حقیقت دیگه خودت رو رها کن و لذت ببر حالا باید بهشونم هم بگیم به حال اگر از این سریال بالاخره داره ساخته میشه دهنتونو داره سرویس میکنه بنابراین دیگه حالا زورت هم که نمیرسه که جلو پخش این سریال دیگه دوران روحانی نیستش که شماها زنگ بزنید به روحانی روحانی رو تشر بزنید روحانی جلو سریالو بگیره بنابراین سریال داره پخش میشه بر حال بنابراین شما هم دیگه زورت نمیرسه بنابراین خودت رو رها کن سریال رو ببین که لذت ببر آفرین و شاید این از این نظر باشه اینو نمیتونم تحلیل کنم ولی سریال گاندو میدونم که بدجوری رو اعصاب و روان خیلی ها رفته هرچند صحنه های این سریال که البته واقعیت باشه واقعا این دردناکه دیگه اصلا تو این سریال میگه رحمانی رو بازداشت کردن آزاد کردن که بردر آقای روحانیه این الان آزاده فقط یک سری از جرایم اقتصادی این طرف بررسی کردن این سطح است خیانت های امنیتی این آدم بررسی نشده و در این سریال من چیزی که ناراحت شدم اون موافق آقای محمد که آقای عبدی باشه رحمانی وقتی یه درخواست دیدار میکنه با محمد موافق آقای محمد میگه پاشو برو ببین و این تحقیر کردن نیروی زیر دستی خودشه برای چی محمد بعد بره اینو ببینه بعد تحقیر شدن بیشتر اونجاست که دو ساعت منتظر این آقای رحمانی میمونه و اینا واقعا اگه تو دنیای واقعی رخ داده باشه واقعا اینجا یه اشتباهات بزرگی رو کردن برخی از بچه های اطلاعات سپاه خودشون خودشون رو تحقیر کردن برای چی تو باید دو ساعت وایسی که رحمانی بیاد ببینه بعد که میاد بیرون ساختمون رحمانی اونجا میبیندش اینا یک تحقیر شدن گسترده که متاسفانه این جنرال لیبرال دارن میبرن جلو چرا این آقای سایمون از این نظر میگه که من لذت بدم اما آقای سایمون که آقای سایمون یک فرد عادی نیست ایشون معمور امنیتی امای سیکسه در بخش وزارت امور خارجه کار میکنه و در بخش ضد تروریستی هم کار کرده اطلاعاتی ما ازش داریم اولا ایشون قبلا در نیجریه در کابل در بغداد حضور داشته در واشنگتن هم یه مدتی سفیر بوده اونجا هم حضور داشته تو وزارت امور خارجهشون بوده بعد یه معمور امنیتیست کاملا مسئول بخش مبارزه با تروریست در وزارت و مخارجه بریتانیا در سالهای 2012 و 2014 بوده بعد نکته خیلی جالب در مورد این آدم رو که نگاه میکردم خیلی برام جالب حالا اینجا عکسش تو بغداده این فکر کنم عکسش تو مصره اگر اشتباه نکنم تو مصر هم ایشون سابقه کار داره این عکسش تو نیجریه هست عکس آقای سایمون تو نیجریه هست که یه عکس معروفترش هم اینه که اینجا تو نیجریه است و خیلی جالبه زمانی که آقای سایمون تو نیجریه بود در سالهای 2014-15 اوج فعالیت های تروریستی گروه بوکا حرامه این شایبه رو ایجاد میکنه که گروه بوکا حرام با حمایت سرویس اطلاعاتی بریتانیا حال اقداماتی انجام داده و این یه نکته بسیار مهمیه و نکات در مورد این فرد که یک مامور امنیتی بگم 2017 تا 18 هم ایشون در یمن حضور داشته فعالیت داشته در حوزه یمن خیلی جالبه جاهای بسیار حساسی رو ایشون مثل یمن مثل مصر مثل نیجریه مثل ایران اینا مثل عراق اینا جاهای بسیار حساسیه که اینها باید برن فتنه بکنن توش و این خیلی نکته مهمیه ایشون یک معمور کاملا حرفه‌ای در بخش سرویس جاسوسی MI6 که فرستادنش و خدا میدونه که مأموریتش در مورد ایران که 100 درصد یک مأموریت جنگ روانی پیچیده است حداقل در چه سطحی میخواد ایشون در ایران انجام بده ایشون مأمور جدید بریتانیا است که یک جنگ روانی گسترده رو علیه ملت ایران انجام بده و من امیدوارم در آینده واقعا اقداماتی در ایران انجام بشه اینا اگه فتنه ای هم میکنن تاثیر نداشته باشه ببین شما در همین سریال گاندو اشاره میکنه به این هنرمندان که وارد سفارت های اینا میشن جایزه میگیرن اینا اینا بعد روشن بشه هنرمندی که بالا میشه میره تو سفارت فرانسه نشان شوالی فرانسه رو میگیره یا مثل اسقر فردی 24 تا به خوش فکر کنه آیا اسقر فردی چرا فیلم های شما در راستای اینکه عمری در اسپانیا اینا فیلم های خارجی که ساختی با زبان های خودشون ساختی هیچ توفیقی به دست نمی بوده ولی فیلم های مزخرف و سیاه علیه کشور خود اینقدر چون تو الان تشویقت میکنه میگه آقایی که تو یمنی آقایی که توی ایرانی آقایی که تو افغانستانی آقایی که تو عراقی آقایی که تو سوریه هستی تو نباید خوبی کشورتو نشون بدی تو باید نشون بدی مردم شما یه مش بربرن شما مردم بدبختی هستید مردم تو سریخوری هستید اینو بساز من بهت جایزه کن میدم این حقایق و آقا این سایمون در این کشورها داره حضور پیدا میکنه که قرار علاد روانی یک فروپاشی بشه و در راستشون ایرانه آقای سایمون رو در آینده من فکر کنم با توجه به اینکه الانم توییت فارسی زده من به نظرم در آینده از آقای سایمون خیلی بیشتر می خواهیم شنید این آدم یه آدم فتنگریه آدم خطرناکیه آدمی است که در هر جا پا گذاشته یه جنگی یه اتفاقی یه جورایی منو یاد برنارد کوشنر و یاد برنال لوی میندازه که حضور مستمری دارن اینا در کشورهایی که توش بعدش اتفاقات عجیب و غریبی میفته اینا برنامهشون هم در مورد اینا یک جنگ روانی گسترده است بین حالا قومیت های مختلف بین مذاهب مختلف در ایران دعوه های شی و سنی که بخون را میدادن که بخشش در سریال گاندو باستاب داده شده برنامه های گسترده ای دارن با توجه به سابقه سفیر انگلیس که در نیجریه در موقعی که حضور داشت اوج فعالیت گروه تروریستی بوکو حرامه که میومد مدارس دخترانه 500 تا 500 تا 100 تا 100 تا 200 تا 200 تا دختران مدرسه ای نیجریه رو چکار میکرد میدزدید میدوزی و این دخترها رو میبرد برای جهاد نکاح اینا در اوج فعالیت بوکرام ایشون اونجا بوده خیلی جالبه ایشون از نیجری هم که میاد بیرون بدن پستش عوض میشه گروه بوکرام هم همزمان با این فعالیتش کمتر میشه و کمرنگتر داره فعالیت میکنه اینا به ما چی رو میخواد ثابت کنه اینا همش با توجه به پیشینه ای انگلیس اینا به خودی خود چیزی رو ثابت نمیکنه اما ما یه پیشینه ای از انگلیس داریم که اگه پیشینه انگلیس رو بدونیم اون وقت میفهمیم چرا آقای سایمون وقتی در نیجریه است گروه بوکو حرام اوج فعالیتشه وقتی که میره فعالیتش کمرنگ میشه حالا ایشون اومده ایران خدا میدونه که در ایران چه گروههایی ایرا رو همچون بوکو حرام میخواد بندازه به جون کشور و مردم و اینا برای فعالیت ایشون و شدید رصد بشه اینقدر هم پر روه که توییت میزنه میگه سریال گاندرو رو دارم میبینم لذت میبرم گفتم دیگه داتا تفسیر بیشتر نداره یا به خاطر اینکه تو این سریال نشون میده که خیلی از اطرافیان خائن آقای روحانی که خودش هم خائن بوده وابسته به دولت انگلیس بودن این از اینجا مثلا میخواد یه حالا بادی در قبقبه خودش بندازه چه میدونم دیگه مثلا بگه که یه قمپوزی در کنه یعنی که نه واقعا اون بخشی از سریال که نشون میده جاسوساشونه که حالا ما یک برنامه جدایی داریم که از طریق این سریال نشون داریم به انگلیس و MI6 که جاسوساتون شناسایی شدن شر این انقدر بهش فشار آورده که یاد اون زمان مسئله که براتون گفتم خودش رها کرده که از این سریال دیگه مجبوره که لذت ببره قربتون به رمشب و روزگار خوش این برنامه رو میمنم و همه شما عیزان و خوبان رو ده از از ایران میسونم بدرود